در این قسمت برنامه آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میهمان برنامه ساعت خبر هستند. آقای آلن ایر، در 64مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جا در این پرسش رو مطرح کنم که شما به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روند گسترش و ترویج حقوق بشر در جهان را چگونه می‌بینید و چه افقی رو برای نهادینه شدن حقوق بشر در جهان متصور هستید؟ نگفته پیداست که همون ترویج حقوق بشر در سراسر دنیا یکی از ارکان اصلی سیاست دولت آمریکاست. از این نظر ما راهکارهای مختلفی داریم، مکانیزم‌های مختلف داریم. از اینکه من سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه هستم، باید بگم در مورد ایران این موزله و موضوع حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سیاست ما در قبال ایران است و همونطور که خانم کلینتون و رئیس جمهور اوباما به کرات فرمودند، ما در کنار مردم ایران در تلاششون برای بهره‌مندی و برای برخورداری از حقوق اساسی، حقوق تضمین شده ایشون ایستاده ایم و از این نظر ما دولت آمریکا سخت نگران هستیم در مورد نقض فاحش و مکرر حقوق بشر در ایران هستیم و همونطور نگران اقدامات سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران هستیم. و ما که می‌دونیم امروز در دنیا این مسئله پرونده هسته‌ای ایران خیلی داغ است، جامعه بین‌المللی سخت نگران عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ایشون ما که هستیم، ولی باید عرض کنم مخصوصا امروز که 64مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است، صرف نظر از پیشرفت یا عدم پیشرفت گروه 5 به علاوه 1 نسبت به این برنامه هسته ایران، دولت آمریکا نگرانی ها و کار ما در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه خواهیم داشت تا دولت ایران در قبال مطالبات مشروع مردم ایران، شهروندان خود پاسخگو باشند. بله آقای آلن ایر، اینطوری که شما توضیح دادید به نظر میرسه موضوع حقوق بشر در روابط ایران و آمریکا به نوعی به یک عامل بازدارنده ایجاد شده یا اینکه تبدیل شده؟ نه، اصلا اینطور نیست. من فقط عرض کردم حضورتون که صرف نظر از پرونده هسته‌ای، این موضوع حقوق بشر یک رکن اساسی دولت آمریکا است، نه فقط در برابر ایران بلکه در برابر همه دنیاست. یعنی ما نباید فراموش کنیم همونطور که رئیس جمهور اوباما فرمودند که این مسئله حفظ و احترام به حقوق بشر نه فقط از نظر اخلاقی چیزی خوبیه، بلکه و همین رو میگیم با حاکمان کشورهای مختلف وقتی با ایشون مشورت میکنیم، حفظ و احترام به حقوق بشر از نظر عملی برای پیش برد آرامش و ثبات و شکوفایی هر مملکت چیزی ضروری است. یعنی تضادی نیست بین پیش برد و حقوق بشر و پیش برد مساله و منافع هر کشوریه، سازگارند. بله آقای آلن ایر، به عنوان آخرین پرسش، برخی از ناظران سیاسی رعایت حقوق بشر توسط دولت آمریکا رو زیر سوال میبرند و به اون انتقاد دارن. پاسخ شما به این انتقاد ها چیست؟ بالا یعنی دولت مردان آمریکا، ما بری از اشتباهات نیستیم، به قول معروف گل بیخار خداست، ولی ما یعنی سایر کشورها میتونند کارنامه ما رو مورد بررسی قرار بدن، میتونند انتقاد کنند و دولت آمریکا با این چیزی که مهمه، دولت آمریکا با سازمان های بین المللی
در مورد حقوق بشر همکاری میکنه، مثل سازمان ملل متحد، و با مجامع بین‌المللی همکاری میکنه در مورد کارنامه حقوق بشر ما. و باید عرض کنم که این برخلاف کارنامه ایران است که با ادعای این که این سازمان های حقوق بشر جهت دار باشند یا بی‌طرف نیستند، با اونها همکاری نمیکنند و این واقعا حیف است. بله، با تشکر از شما آقای آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که میهمان برنامه خبری صدای آمریکا بودید.